سلام 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 برنامه کتاب باز شروع شد علی رضا نادری پروانه شناس و اکولوژیست به کتاب باز خیلی خوش اومدید تشکر میکنم هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه خوبتون ارادتمند شما درم نادری اکولوژیست چی کار میکنه؟ قبل از اینکه بگیم چه کار میکنه اول بگیم اکولوژی چیه برای مردم خوبمون که بدونن اکولوژی در واقع علمیه که روابط بین موجودات زنده و محیط زیستشون رو بررسی میکنه در دنیای امروز اکولوژی بیش از پیش بر ما اهمیت پیدا کرده چرا به خاطر اینکه محیط زیست ما توسط انسان در حال تخریبه و جمعیت انسانی انقدر زیاد شده که روی محیط زیست اثر داره میذاره در نتیجه مطالعه دقیق این روابط به انسان کمک میکنه که بتونه از پس مشکلات محیط زیستش بر بیاد و بتونه گونه های زیستی رو حفظ بکنه طبیعت رو حفظ بکنه برای بقای خودش در وهله اول اه اه انسان بیشتر از همه چه جوری داره محیط زیست رو از بین میبره بیشترین ضرر و زیانی که داره به محیط زیست میرسونه از چه طریقیه خب ببینید معمولا یک گونه که تعدادش از یه حدی بیشتر میشه در طبیعت هر گونه‌ای که می‌خواد باشه حالا گونه انسان وقتی که افزایش جمعیت پیدا کرده در کره زمین نیاز به منابع داره منابع آبی مصرف میشه از طرفی آلوده میشه منابع زیستی مصرف میشه گازهای گلخانه‌ای توسط انسان توسط سوختهای فسیلی داره افزایش پیدا میکنه همه اینها در کنار این بذارید که رقابت غذایی با موجودات دیگه بالا گرفته ما بسیاری از جنگل‌ها و مراتعه در واقع بک و دست نخورده رو تبدیل کردیم به مزارع کشاورزی در سطح کره زمین بسیاری از کشورها مثلا کشورهای مثل پاناما و السالوادور بیش از 85 و 90 درصد جنگل های طبیعیشون رو در طول 50 60 سال گذشته از دست دادن داد و بیداد یعنی دیگه تقریبا خیلی وحشت خیلی چیز وحشتناکیه. شاید با گوگل ارث که از بالا نگاه میکنیم سرسبز به نظر میاد ولی بیشتر مزرعه است و درختانی که کاشته شدن مثل درختان کاوچو و پالم که برای استحصال موادی که ازش میگیرن ساخته شدن ولی متاسفانه گونه ها هر روز در حال انقراض هستند چون ما داریم زیستگاه می گیریم. شون ازشون میگیریم نیچه اکولوژیکشون ازشون میگیریم اون کنج امن اکولوژی که اینا در واقع زندگی میکردن و ازشون کار باید کرد خیلی وحشتناکی دیگه از چه کار کردن یک مقدار گذشته در واقع حرکت های جهانی که الان داره صورت میگیره برای حفاظت از محیط زیست دلیلش همینه چون دیگه وقت زیادی نداریم پروانه شناسی حالا پروانه شناسی چیکار میکنه چون چرا این همه حیوان و در واقع گونه‌های مختلف هستن چرا پروانه چرا کسی ملخ شناس نیست چرا کسی نمیدونم هست, هست ملخ شناس هست ما پروانه شناس خیلی میشه یعنی مثلا <تصفح> ملخ شناس نمیدونم سوسک شناس سوسک شناس هم هست بله انواع سوسکا متخصصینش این از... بله تو هم تو کشور خودمون هش... اشخاصی داریم که, که تخصص در واقع سوسکار البته سوسکی که شما میفرمایید سوسریه شاید منظورتون اونا که تو منازل هست سوسریه ما به اونا میگیم سوسری سوسکا یک راسته دیگه هستن از حشرات که متفاوتن ولی به حال سوسری شناس داریم سوس شناس هم داریم باید باشه اگر نباشه ببینید ما برای حفاظت از گونه ها و تنوع زیستی کره زمین باید اونا رو اول بشناسیم خود. مثلا اگه پشه‌ها از بین برن چه اشکالی تو دنیا به وجود میاد ببینید اینطوری نمیشه نگاه کرد که حالا این پشه‌ها اگه از بین برن اولا که باید دونست که در حدود پشه‌ها متعلق به راسته ای که صد هزار گونه دارن و خوراک پرنده ها دقیقا همه حشرات ما تو یک جمله دو تا جمله شب بتونم بگم که چه اهمیتی دارن که دیگه این سال وقتی برای هر کسی پیش اومد که پروانه چه اهمیتی داره یا ملخ چه اهمیتی داره تو همین پاسخ می ببینید حشرات توی چرخه کربن چرخه عناصر و مواد تو سطح جهان دارن شرکت میکنن چرخه کربن یکی از مهمترین چرخه های کره زمینه وزن خشک بدن من و شما اکثرش کربنه یا درختان همینطور تنفسی که داریم انجام میدیم اگر کربن نبود مختل میشد پس چرخه کربن خیلی مهمه از طرف اینا تو زنجیره غذایی و شبکه غذایی دارن شرکت میکنن اگر حشرات نباشن بسیاری از موجودات بدون غذا میمونن از طرف دیگه بسیاری از اینها رفتگرای طبیعت هستن حشرات خاک رو تولید میکنن به خاک برمیگردن خودشون خاک تولید میکنن مورچه ها در سال میلیون ها تن خاک تولید میکنن برای این مثال و خیلی جالبه که بعضی از این همین حشرات که شما میفهمید پشه ها به کنترل جمعیت سایر موجودات کمک میکنن برای مثال توی مناطق قطبی گوزنهای شمالی که مهاجرت میکنن این پشه ها در فصل معمولا بهار قطب که تو توندراها تازه آب داره تشکیل میشه یخها آب میشن این تالاب‌های کوچیکی که تشکیل میشن میلیون‌ها گوزن قطبی از بین اینا باید مهاجرت کنن به سمت مناطق قطبی برای پیدا کردن مراتع جدید توی این مراحل که دارن میرن این پشه ها تولد میکنن و مگس‌ها هم همینطور میلیون میلیون پشه و مگس میریزن سر اینا خون میخورن. جالب اینجاست که فقط اون هایی به مقصد میرسن که قویتر هستن یعنی انتخاب طبیعی اونها رو زنده نگه می‌داره. حالا جالبه که بعضی از اینا ناخداگاه به وسط گله پناه می برند. حالا یا وسط گله هستن اینا کمتر گزیده میشن شاید تعجب کنن همه بگن خب یه نیش پشه که نمی‌کشه. اینا بیماری هم شاید تولید نکنن ولی هر پشه ای که نیش میزنه یک قطره خونی که استفاده میکنه در تعداد زیاد پشه ها 100 هزار, هزار پشه ای که در آن واحد روی یک گوز میخواد و نیش بزنه تصور کنید اون گوز ضعیف میشه از گله عقب میمونه این میشه تومه گورکایی که اونها رو تعقیب میکنن یا میمیره به خاک اونجا برمیگرده و خاک اونجا رو بارور میکنه این چرخه میلیون ها ساله که رو کره زمین داره انجام من میشه الان دارم تازه متوجه معنی اکوسیستم میشم و اهمیت اکولوژی که همه ماها نه تنها انسان ها تمامی موجودات از آمیب گرفته تا نمیدونم فیل حالا به عنوان کوچیک و بزرگ مثال بزنیم ما ها هممون یه جوری به هم وابسته ایم زنجیره هستیم که این مجموعه میاد اکوسیستم ایک رو تشکیل میده و علمی که داره اینو مطالعه میکنه میشه اکولوژی در همینطوره بگر. همین آمیب اگر آمیب ها نبودن خیلی از بیماری ها به وجود نمی اومدن در نتیجه قوی زنده نمیموندن در مناطق گرمسیری مخصوصا بیماری هست که توسط همین تکسلولی ها منتقل میشه پروانه ها اهمیت جایگاهشون خب پروانه هم تو همون جایگاه حشرات قرار می گیرن. ولی خب پروانه ها از جنبه های دیگه برای ما یه اهمیتی دارن پروانه ها جزو گونه هستند، هستن ما یه سری گونه ها در طبیعت داریم که بهشون میگن شاخص پایش اکولوژیک اینها به خاطر زرافتی که دارن و یعنی زرافت که میگم در این که مقاوم هستن در طبیعت ولی وابستگی هایی دارن به چیزهایی مثل گیاهان به دما به تغییرات کوچیک اقلیمی که اینها میتونن به ما بگن که چه اتفاقی داره تو طبیعت میفته آن چی میگن پروانا در واقع حضور یا عدم حضورشون اینا با ما میگه در بسیاری کشورها الان تقریبا 15 20 ساله که این پایش صورت میگیره میان پروانه منطقه رو مشخص میکنن علامت گذاری میکنن شمارش میکنن این پروانه عمرشون کمه با رنگ های خیلی خاص تک گذاری میشن این پروانه علامت گذاری میشن و رها میشن سال بعد دوباره اینها رو شمارش میکنن پروانه جدیدی که اونجا در میان چون پروانه که عمرشون کمه اونها از بین رفتن آخه شمردنشون کار سختی نیست چرا دیگه تک میذارن برای اینکه چون کسانی که توی دره بغلی هستن دوباره اینا رو نشمرن این کار رو انجام میدن معمولا پروانه ها رو با تور میگیرن روشون یک با ماژیکای خاصی یک رنگ خاصی میذارن علامتی میذارن رهاشون میکنن بدون که آسیب ببینن بعد اینا رو توی لیستشون مینویسن توی چند روز این کار رو انجام میدن یک تیم بزرگ تو دره بغلی جاهای مختلف مثلا توی کواداتایی که در واقع تعیین کردن این کارو انجام میدن بعد اونایی که تکراری میگیرن دوباره نمیشمرن دیگه طبیعتا بعد مثلا تخمین میزنن جمعیت پروانه اینجا امسال از این گونه خاص هزار عدده سال بعد 800 میشه همینجوری اگر تعداد داره کم میشه یک دلیلی داره میان نمودارهای آب و هوایی منطقه رو بررسی میکنن اتفاقاتی که تعارضات انسانی به وجود یعنی آورده بررسی میکنن شاخص, شاخص, شاخص میشن برای ما امسال بهار یه ذره تو تهران پروانه زیاد شده بود درسته خب این یه شاخصیه برای بارش زیاد و تقریبا یک بخشی از محیط زیستمون درست دارم میگم زیاد بله، شده دقیقا اینا وانزا کاردویا وقتی زیاد میشن که بارندگی خیلی خوب باشه این گونه پروانه از چل پنجاه نو گیاه استفاده میکنه گیاه که گیاه های مرتعی خیلی خوشخوراکی نیستن برای دام دام ها وقتی که گیاه های خوشخوراکون میخورن این گیاه ها باقی میمونه بارندگی که میشه این گیاه ها همه جا میپوشونه این پروانه هم ناگهان افزایش جمعیت میکنه اینقدر صحبت هایی که میکنین جدید و بدی و جالبه که من دلم نمیاد قطعش کنم و دلم میخواد ساعت ها میگم چون جدیده چون کمتر شنیدیم بفرمایید که چای میل دارین یا دمنوش که من برم بیارم خدمتتون و بعد ادامه بدیم و چقدر حیف که وقت بعد دلم میخواد دمنوشتون رو تست کنم <applause> بله بل حتما <applause> الان تشکر میکنم. جناب نادری چی شد که شما به پروان شناسی علاقه مند شدی؟ شاید بخشیش اتفاق باشه ولی میشه گفت واقعا انسان ذاتا به طبیعت علاقه داره منم به طور ژنتیکی از سمت پدری مخصوصا هم از طرف پدر هم مادر ولی بیشتر از سمت پدری علاقه زیادی به طبیعت داشتم از بچگی یه باغچه کوچیکی داشتیم خب که توش حشره خیلی زیاد بود فکر کنم اولین بار حدود 9 سالم بود که یه پروانه اومد توی باغچه من اینو گرفتم خب یه دفعه علاقه شدیدی به پروانه ها احساس کردم قبل از اون خیلی دوست داشتم جانورشناس بشم همیشه بچه که بودم کوچی تر بودم هیچوقت با ذره بین که چرا؟ اون کار بدو نمی کردیم آها آه آت... چیز کنیم یه وقت. نه, نه 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 من وقت آره خیلی سعی سر نه 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 نه. خیلی 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 آزار ندم از بچگی یه کم رعوف بودم نسبت آه. به هشت خیلی کار کسایی که من رو میگن این چه یه که تو میگیری میکشه اینا رو این برای مطالعه و برای شناختشونه برای حفاظت آینده ولی واقعیت این بود که بی خود هیچ وقت یه دفترچه همیشه داشتم تو حیات خوب. هر که که می‌دیدم نقاشی می‌کردم، می کردم بعد اون حشره رو میآوردم تو یک ظرفی نگه رفتاراش رو مطالعه می‌کردم، برای خودم مینوشتم از بچگی بله تقریبا از 10 سالگی من هم آب و هوا رو خیلی علاقه داشتم پیگیری میکردم خودم پیش بینی میکردم ابرا رو مثلا سعی میکردم بشناسم بعد از صدا ما هم همیشه پیگیری میکردم که ببینم با پیش بینی های من چه عذاب در چقدر اصلا بازی جذابی بوده خودتون جذاب. بر چه اساسی پیش بینی میکردین دست شما درد نکنه این چجوری آب و هوا رو پیش بینی ببینید پیش درست در می اومد یا نه خیلی وقتا در می ببینید ما منزلمون کرج بود اون موقع خوب. و جهت رو شرق و غرب رو تشخیص داده بودم دقیقاً کجای هستیم و یه سری از این پیش بینی های آب و هوا رو که تو تلویزیون میگفت دقت میکردم یادداشت میکردم مثلا میگفتش که از فردا بعد از او قراره که تو ده هوا از سمت ترکیه وارد ایران بشه نگاه میکردی می نوشتم بعد میدیدم چند روز طول میکشه از اونجا برسه به مثلا کرج ابرا رو بله یه کتابم داشتم بله یه سری کتاب کوچولو داشتم برای نوجوانان بود رده سنی جیم بود فکر می کنم که در مورد هواشناسی بود هنوزم دارم شبات اون کتاب تو کتاب خونم و از روی اون ابرا رو به صورت اجمالی اون موقع میشناختم شما چه جور کتابایی می و میخونین؟ یعنی غیر از حالا علاقه که به طبیعت و اکوسیستم و آب و هوا داشتین مدل مطالعاتیتون چجوری بوده خب من از بچگی علاقه زیادی داشتم به مسائل علمی مثلا مجله دانستانیا که از سال فکر کنم 59 60 اولین بار چاپ شد همیشه ما آبونه بودیم میگرفتیم و اونا رو من تو هر تابستون که مدارس تعطیل میشد اون سه ماه تابستونم با مجله دانستانیا و دانشمند که از سالها پیشش داشتیم تو خونه با اونا میگذشت من چند سری این دانستانیا و دانشمندا رو مرور کردم توی زندگی بعد خب رمان که رو طبیعتا میخوندم تو کتاب خونه خونمون چقدر دانش دانستانی ها و دانشمند بهتون کمک کرد میخوام ببینم این مجله ها واقعا خیلی آها، آها. یعنی من اگه بخوام بگم پایه علاقه من اونجا مستحکم شد چون موقع کتاب خیلی کم بود فضای مجازی هم که نبود ما وقتی بچه بودیم شما بهتر میدونید اصلا هیچی نبود کتابی هم که میخواستیم مثلا پیدا کنیم من در مورد طبیعت پروانه که اصلا من آرزوم بود که یک کتاب در مورد حشرات پیدا کنم سال 66 بود که برای تولدم یک کتاب هدیه گرفتم کتاب آشنایی با روش های جمعوری حشرات و شناساییشون از دکتر سید حسن حجت و این کتاب برای من دیگه یک کتاب منبع شد در حالی که خب اون کتاب برای کتاب پروانه در واقع حشرات اروپایی نوشته شده بود و برای ما خیلی کاربرد شاید نمی ولی برای من شد یه پایه از اون سال دیگه به شدت به حشرات علاقه من شدم روش های جمعوریشون شناساییشون تا اینکه تا سال هفتاد همینجوری من پیش رفتم که با دوستی به نام آقای وازریک نظری آشنا شدم البته ایشون ایران نیستن و تو بعد علمی کار پروانه ها افتادیم دیگه از اون به بعد کتاب تخصصی پروانه ها فقط دیگه کار ما شد یه مقداری از فضای رمان من فاصله گرفتم قبلش رمان میخوندم خیلی رمان میخوندم خیلی رمان از رمانای مورد علاقتون میگین الان خیلی شاید یادم نباشه ولی مثلا درس یکی از رمانهایی بود که هم فیلم شده هم بودم شده. بله آکرا کروسوواس بله. ساخته بود و خود رمان اصلا بی‌نظیر بود البته رمان بیشتر داستان زندگی زندگی نامه این شخص شکارچیه که در شرق دور زندگی میکرده در منطقه اوسوری و اونم عاشق طبیعته دقیقا وقتی که نگاه میکنه مثلا درسو در یک سکانسی از حالا فیلم یا بخشی از کتاب وقتی که با سربازا میرسن توی یک کلبه روستایی و وقتی که از اونجا میخواد خارج بشه برمیگرده یک مقدار برنج با یک قوطی کبریت میذاره توی کلبه و این شخصی که باش بوده این شخص نظامی روسی که باش بوده تعجب میکنه میگه چرا این کارو میکنی ما خودمون نیاز به کبریت ممکنه پیدا بکنیم یا نیاز به همین مقدار برنج گفتش که نفر بعدی که مثل ما از این کلبه استفاده کنیم تو دل این جنگل حتما نیازمنده خود ما هم که رسیدیم دیدی که یک کبریت و یک مقدار برنج اینجا بود اینا در واقع درس زندگیه که آدمهایی که با طبیعت بزرگ میشن و زندگی میکنن همینطوری هستن باز از این اشخاص میشه به آلفرد راسل والاس اشاره کرد که اگر لازم باشه در موردش کلی میتونیم صحبت کنیم بله خیلی خوبه هم هست اگه صحبت کنیم این کتابی که آورد بله من بله معرفی بکنم بله بعد در, در کتاب یه صحبتی بکنید اجازه میدین خواهش میکنم من هر سه کتاب رو معرفی بکنم و بعد اگه میخواین صحبت بکنیم کتاب اول هستش پروانه های ایران راهنمای میدانی که خود آقای علی رضا نادری نوشتن شما تا گونه ای از پروانه هم در واقع خودتون کشف کردید شناختین چی میگن میگن کشف و ببینید ما یه کشف داریم یک توصیف داریم بعضی موقع ها که دیگه کشف میکنه ما توصیف میکنیم بعضی موقع ها هم خودمون کشف میکنیم هم توصیف من تقریبا 15 یا 16 تا تاکسون یا گونه و زیرگونه جدید برای علم تا الان داشتم که برای اولین بار از, اولین از ایران اولین بار شما این اینو پیدا کردی در, در دنیا خاصی کسی داره. پیدا نکرده نبوده قبلش چقدر جالب پس به اسم خودتونم هم ثبت شده ببینید به اسم خود یعنی اسم من روش نمیذارن لزوم من من توصیفش میکنم اسم کسی دیگه یا اسم یک مکان یا توصیفی در واقع اسم توصیفی خیلی روش مهمه که 16 گونه پروانه رو شما برای اولین بار تقریبا بر. و اینجا انواع و اقسام پروانه ها معرفی شدن و در واقع توصیف شدن البته چاپ جدید این کتاب داره میاد بیرون تقریبا یک ماه دیگه وعده میدیم که ان بیاد بیرون که کامله این کتاب که اون سال چاپ شد تو انتشارات ایران شناسی حدود 195 گونه رو در بر می گرفت کتاب جدیدم که داره میاد بیرون 442 گونه رو در بر میگیره یعنی هر پروانه ای تو ایران هست تو اون کتاب خواهد بسیار عالی کتاب بعدی کتابی که تو دوره نوجوانی من بود الان نمیدونم گیر میاد نه اروج انسان که بسیار بسیار کتاب خوبیه مال برونوفسکی ترجمه دکتر سیاوش مشفق این کتاب واقعا در زندگی من اثر مثبتی گذاشت چون زندگی نامه آدم های بزرگ توش نوشته شده بود و به یه نوعی مسیر زندگی من رو بیشتر مشخص کرد خیلی به علم علاقه من دید. دقیقا خیلی خیلی زید. یه چراغی توی راه زندگی من بود این کتاب که هدیه که دوستان پس شما هم این دوره در واقع نوجوانی بله، <applause> که مثل اینکه یه بخشی از این کتاب به صورت فیلم یعنی در واقع, مستند واقع در ساخته تلویزیون نشون داده شده که مستند دو سه سال پیش بله. من دیدم این مستند رو بله. بسیار عالی بسیار عالی کتاب بعدی هستش پروانه های ایران و عراق درست؟ بله بله این با دو تا نویسنده اوکراینی و آلمانی چند سال پیش کار کردیم هفت سال طول کشید نوشتن این کتاب به زبان انگلیسی و تا اون سال 413 گونه پروانه رو از ایران و عراق ما تو این کتاب آوردیم خب الان شما می‌خواستین درباره والاس صحبت کنید به کدوم که از این کتابا رو رفتید انسان فکر می‌کنم بله ب... بفرمایید ببینید سال 1823 دانشمندی که اون موقع هنوز دانشمند نبود البته در انگلستان متولد میشه خیلی جالبه این آدم ببینید در زمان ملک ویکتوریا در انگلستان علم در انحصار آدم پولدار و اشراف و اصیل زادگان بود هر کسی نمیتونست در زمینه علوم طبیعی و علمی وارد بشه والاس که متولد شد خب آدم فقیری بود تقریبا برادر والاس کسی بود که عاشق حالا کارش بود کارش هم نقشه برداری از راه آهن و ریلگذاری در انگلستان اون موقع بود والاس با برادرش سفر میکرد سنش کم بود از برادرش کار یاد میگرفت توی این سفرها تو خاطراتش تو این کتاب خیلی جالب اشاره کرده که من در روزهای یک شنبه که تعطیل بود میذاشتم میرفتم تو طبیعت بدون که با خودم آزوقه آب یا حتی روانداز ببرم برای اینکه میخواستم مزه شبمانی در طبیعت رو تجربه کنم والاس همینطوری به سفر ادامه میداده و کار میکرده تا اینکه برادرش سینه پهلو میگیره و از دنیا میره والاس مجبور میشه سختتر کار کنه توی یکی از این سفرهاش که به ولز برگشته بوده در واقع زادگاهش با یه شخصی آشنا میشه به نام هانری بیتس که این آدم یه اصیل زاده بوده و حشره شناس بوده داشته رو حشرات مطالعه میکرده اینا با هم دیگه صحبت میکنن در باره تنوع حشرات اصلا خیلی تعجب میکنه والاس میان یه قول و قراری با هم میذارن در سال 1848 دقت کنید در سال 1848 چقدر سفر سخت بوده با 100 پوند دارایی مشترک این دو تا دوست بلند میشن از لندن میرن به سمت آمازون با یک کشتی دو تا دوست تو ماناوس خیلی جالب تو این کتاب توضیح داده از هم دیگه جدا میشن ماناوس الان یک شهر توریستی خیلی بزرگه اون موقع یه دهکده سرخپوستی کنار رودخونه آمازون بوده اینجا دو تا رودخونه ریو و آمازوناس به هم وصل میشن که آمازون بزرگ هر رو تشکیل میدن دنبال یه سری از گونه ها هر کسی میره توی یک مسیر والاس چهار سال تنهایی تو دره رودخونه آمازون سفر میکنه تو این چهار سال با سرخپوستا رفیق میشه دوست میشه شاعر میشه بخشی از شعراش تو این کتاب هست که در مورد سرخپوستا و نحوه زندگی آزاد اینها و اون همزیستیشون با طبیعت قشنگ شعر میگه والاس بعد از چهار سال هزاران هزار نمونه جمع آوری میکنه و میاره کنار رودخونه تو ماناوس به انتظار کشتی میشینه چند هفته منتظر میشه تا یه کشتی بیاد به انگلستان برگرده اون موقع که حالا کشتی به این شکل هم نبوده که بخواد رزرو بکنن از قبل ناگهان حالا یه کشتی از راه میرسه با بار رزین که برای انگلستان برای مصرف صنعتی میبرده توی این مسیر که اینا سوار کشتی میشن و بار میزنن در واقع حیوانات والاس رو تقریبا دو هفته که نگذشته بوده والاس می نویسه که تو خاطراتش همون دو هفته اول متوجه میشم توتی محبوبم که چند سال با هم همراه بود تو آمازون گم شده پرواز کرده رفته میگه خیلی غمگین بودم که این ناگهان صدای فریاد خدمه رو میشنوه که میبینن کشتی آتیش گرفته بار رزین کشتی چوبی انبار باروت آقا مهندس فقط من میگم که ما وقتمون کوتاه کل زندگی والاس که برمون تعریف نه همین فقط این بخشی که در مورد فقط شوخی نه اینجا والاس دیگه 40 سالش بوده <Laborator ilFone> <f> <People> بعد دیگه آخه دارین شیرین تعریف من یه دفعه گفتم رفتم تو داستان زندگی والاس و توتوش گفتم نکنه دیگه حواستمون پرد شو ادامه بدیم بفرمی خواهش میکنم خواهش بعد دیگه میاد و والاس میگه که من با یک سستی و رخوتی روبرو شده بودم تو خاطراتش اینجوری نوشته میدونم کشتی داره میسوزه هزاران هزار نمونه که جمع کردم تو چهار سال با خون آه. جگر داره همش میسوزه و تو خاطراتش نوشته که چه لحظاتی که تب جنگل منو نگرفته بود و با کشف جدید یه پروانه یا یک حشره دوباره ذوق زندگی در من دمیده میشد و الان شاهد سوختن تمام حاصل اون سفر هستم خلاصه والاس فقط میره دفترچه خاطراتش رو با یک صندوقچه لباسش میاره بیرون و برمیگرده انگلستان ولی والاس کوتاه نمیاد در سال 1854 یعنی دو سال بعد از برگشت به انگلستان دوباره میره برنو آسیای جنوب شرق باز برای همین کار چون نمونه‌ها که جمع آوری می‌کرد به موزه میفروخت ولی آدم بسیار باهوشی بود والاس. یه شبی که اونجا نشسته بود یه دفعه به نظریه انتخاب طبیعی دست پیدا می‌کنه و مهمتر از اون نقشه جغرافیای جانوری جهان رو رسم می‌کنه این همون علمیه که من عاشقشم جغرافیای جانوری واقعا یک مبحث جالبیه دارم آقای مهندس اینقدر سوال دارم که واقعا دلم می‌خواد که حتما لطف کنید و دوباره به برنامه ما بیاین. ما اینجا اتخالم. سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم که میخوام خواهش کنم یکی به یادگار از ما بپذیرین ولی اجازه میدین برای اینکه تموم بکنیم من یه لطیفه حشر شناسانه بلدم تعریف کنم <تصفح> <تصفح> یه ذره خشن اشکال نداره فقط انگیز لطیفه است آخه این چه لطیفه‌ای که هم خشنه هم غم انگیز ولی میگن <تصفح> <خشنه است. تصفح> <تصفح> حالا اینو علمی نداره ها نگه شما از دیدگاه علمی لطیف هست حال با اینو باید با غم و قصه و عشق به این لطیفه گوش کرد و فکر کرد میگن یه دانشمندی مثل شما سالهای زیادی رو صرف این میکنه که به یه مورچه حرف زدن یاد بده و مثلا حدود هفتاد سال از زندگیشو میذاره و بالاخره مورچه یاد میگیره چند کلمه ای یه در واقع نشست مطبوعاتی میذارن تمام خبرنگارا و کارشناسا از تمام جهان خبرگزاری ها جمع میشن توی هتل خیلی چیز این هم یه قوطی طلایی داشته ابریشم این مورچه اینجا بوده مورچه رو با پنس ور داره حالا تو این رستوران اینو رو میذاره روی میز اون گارسونی که میاد برای سفارش غذا غذا شما چی دارین چی میگه ای وای این مورچه اینجا چی کار میکنه و خیلی واقع. با عذخایی زیاد تنز <تصفح> <تمز> مورچه <ببیره. تصفح> رو بله. حاصل تمام زندگی یه دانشمندی مثل والاس و اینجوری در یه لحظه اینه که نباید مورچه به این مهمی رو روی اون میز میذاشته خیلی غم بود ها عالی <applause> خواهش میکنم خواهش میکنم بفرمایید و یکی از این سردیس ها رو انتخاب خبست. کنید بفرمایید به انتخاب یه مقدار سخته چون همه از بزرگان و اساتید ادب و هنر این کشور هستن ولی من اجازه بدید حافظ رو انتخاب میکنم چرا شما حضرت حافظ رو انتخاب کردید؟ شاید دو دلیل داشته باشه یکی اینکه از کودکی بیشتر با اشعار حافظ ما بزرگ شدیم بله. و شاید هم به خاطر اینکه از واژه پروانه خیلی استفاده شده در دیوان اصلا پروانه توی ادبیات کهن ما خیلی استفاده شده دیگه درسته پروانه ای که در واقع دور شم میچرخه و خیلی وقتا ما بالش در واقع دو تا چیز داریم تو ادبیات هم ها. پروانه داریم هم بید داریم اونی که دور شم میچرخه به اشتباه پروانه گفته شده اون در واقع بید بوده اه. پس اون شعری که شبی یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه با گفت که من عاشقم گر سوزم رواست تو را گریه و سوز و زاری چراست درستشی بوده که ش... <applause> خیلی بید با شم گفت بله چون پروانه هیچ وقت به نور شم جذب نمیشن. الان اگه بید باشه که اصلا کل ادبیات هم <applause> ما یه جایی شعرها هم به هم میزن. البته پروانه ها به گل جذب میشن. ولی و... به شم جذب نمیشن. ولی به شم به نور جذب نمیشن. آه. شب فعال نیستن. این خیلی بد شد من اینو فهمیدم. <applause> جدی میگم دیگه الان هر وقت شعر میخونم میخوام اینجا پروانه بیت بذارم و کلی بزد. مشکل میشه میشه یه دیوان جدید بود <applause> خیلی متشکرم خیلی خیلی ممنونم واقعا اطلاعاتتون دارت. خیلی برای من و فکر می برای بیننده ها جدید آموزنده و بدی بود خیلی خیلی زیاد ما آرزومون توی این برنامه اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن بیشتر با هم حرف بزنن و امیدوارم که بیشتر مراقب طبیعت و اکوسیستم باشن. و قلبی منم هست. اگه اجازه بدین یه عکسی هم به هستم. یادگار با هم بگیریم و بعد خدافزی بکنیم. سه دو خیلی خیلی متشکرم از حضورتون مزارد. در برنامه. ارادت شما. داشتن شغل دوم برای گذران زندگی عادی است. یک موقع فکر نکنید داشتن شغل دوم فقط مخصوص ما و برای این روز هاست نه خیر خیلی. خیلی از نویسندگان به دنیا در کنار قلم زدن شغل دومی هم داشتند تا نانی سر سفره خودشان و زن و بچهشان ببرند در این بخش نگاهی به شغل های دوم نویسندگان داخلی و خارجی داریم روزنامه نگاری شغل دوم معمول خیلی از نویسنده ها بوده و هست ارنست همینگوی، جورج اورول، هکتور مالو که رمان بی خانمان را نوشته، شاخصترین نویسنده هایی که روزنامه نگار بودند. به همان نسبت که روزنامه نگاری به عنوان شغل دوم نویسنده عادی است، دزد بودنش غیر عادی است. جک لندن در جوانی دزد بود و بعدا کارگر کارخانه کنسرف سازی شد. لندن با نوشتن آوای وحش و سپید دندان به شهرت رسید. جوزف کنراد نویسنده انگلیسی لهستانی هم شغل دوم عجیبی داشت او قاچاقچی اسلحه بود و برای طرفهای درگیر در جنگ داخلی اسپانیا اسلحه جور می کرد. جالب است بدانیم فرانس کافکای آلمانی هم کارمند شرکت بیمه بود و حتی یک نوع کلاه ایمنی هم اختراع کرد او برای این کار نشان و مدال هم گرفت ولی نویسندگی هم برایش مهم بود بین نویسنده ها این چهره یعنی آلبر کامو عشق فوتبال بود او فوتبالیست شد و دروازبانیش حرف نداشت اما بیماری سلی که در جوانی گرفت باعث شد قید فوتبال را بزند آگاتا کریستی نویسنده داستانهای پلیسی مثل پوارو و خانم مارپل هم پرستار بیمارستان بود میخائیل بولکاکوف روز هم در بیمارستان کار میکرد و پزشک بود مرشد و مارگاریتا مشهورترین کار اوست جانشتاین بیک هم که خشم و حیاهو را نوشته متصدی داروخانه بود نویسندگان ایرانی زیادی هم شغل دوم داشتند عبدالمحمد آیتی مورخ و مفسر مدتی بلیت اتوبوس شرکت واحد میفروخت مهدی آزریزدی کشاورزی و بنایی میکرد هوشنگ مرادی کرمانی و نادر ابراهیمی هم مشاغل مختلفی مثل نانوایی و تعمیرکاری داشتند میبینید علاقه به نویسندگی جای خود و شغل دوم و درآمد هم جای خود پس میشود هم نوشت و هم کار کرد و پول درآورد. آقای دکتر مشتبه شکوری سلام سلام و عرض ادب خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادتمندم صحبت درباره رنج بود درسته بله. و ادامه همون بحث همینطوره بله. ما در مورد رنج رسیدیم به امید واقع و بله. گفتیم حاصل پذیرندگی به اضافه عمل بعد, بعد برای اینکه پذیرندگی رو بازش کنیم گفتیم بخشی از اون نقد شرایط موجود و ذهنیت هایی که ما در مورد خودمون داریم گفتیم تو فضای مجازی ما دائما با ترینها بمبارون میشیم و این معمولی بودن رو به یه ناسزا تبدیل میکنه یعنی اگه به یه آدمی میگیم معمولی انگار که داریم تمام میدونید نقاط بالقوه استعدادها توانمندی ها رو یه جوری توی پرانتز میذاریم و نمیبینیم من در ستایش معمولی بودن حرف زدم در ستایش آدمهای معمولی عشقهای معمولی و زندگی معمولی که چیز درخشانیه و از اینجا میخوایم دوباره بحثمون رو ادامه بدیم و چقدر مورد استقبال قرار گرفته و صحبت های شما من پیغام که بر برنامه میاد میخوندم خیلی گفتن که ما الان خوشحالیم که یک آدم معمولی هستیم همینطوره چون برای خود من برای همه ما یه فشار خیلی زیادیه انتظاراتی که از خودمون داریم و گاهن اصلا نمیتونیم محققش کنیم میدونید پذیرش معمولی بودن که بخشی از پذیرندگی کمک میکنه که یه بار سنگینی رو زمین بگذاریم تو یه حسی دارم ببخشیم قبل از میکنه من فکر میکنم اگر بپذیریم که معمولی هستیم اون موقع تازه ترینیم آفرین اون موقع ترین خودمونیم به سبک خودمون تعدیل. حرف درستی عالیه. اینکه بپذیریم معمولی هستیم اینکه ما با استانداردها و چیزهای سخت بعد گیران، باید خودمون رو قیاس کنیم در قیاس با اونها بهتر باشیم رو از بین میبره کمک میکنه با خودمون رقابت کنیم کمک میکنه بلقوه های خودمون رو بلفل کنیم دقیقا یه شجاعتی در معمولی بودن هست. واقعا یه شجاعتی آره فیلم حوزه نقاشی رو دیدین مال آقای مازیار میدین بله بله خانم نگار جواریان و آقای شعب حسینی بله. بازی میکنن خیلی جالب فیلم خب اینا یه ماجرای عاشقانه ای دارن دو تا آدم هم هستن که از نظر ذهنی دچار اختلالاتی هستن و یه فرزند پسر دارن وقتی زندگی سخت میشه براشون به جدال میخورن مشکلات مالی شرایط مختلف دائما یکیشون یادآوری میکنه که لحظه ای که داشت عقد میکرد ما رو اون حاج آقا یا چه چه جمله بهمون گفت و این باعث میشه که دوباره به آرامش برسن کمی جلوتر دوباره دنیا بهشون سخت میگیره و این جمله یا اته اون لحظه چی گفت میکنه ما آخر فیلم می میدونی میفهمی که اون جمله چی بوده هرچند منتظر یه جمله حکمت آمیز بزرگ میدونی پیچیده ایم ولی جمله به سادگی و بسیار عمیقه جمله این بوده که اون حاج اون زمانی که عقد اینا رو خونده بهشون گفته برید و با هم بسازید همینقدر معمولی و همینقدر فوقلاده میدونید در ستایش آدم های معمولی آقا ها باید حرف زد قصه هاشون رو شنید میدونید آدم های معمولی اتفاقا بهترین ساکنان این سیارن کمترین آسیب رو گاهن زدن یه نویسنده ای هست به اسم ریمون کارویر بله. که قصه هاش خیلی قصه های عجیب غریبه با قله و اوج و فرود نیست قصه آدم های معمولی و اتفاق های معمولیه نه ولی به قدری عمیق تاثیرگذار و چند لایه است که آدم سیر نمیشه اتفاقا چه خوف هم این مشخصه دقیقا دقیقا میخواستم بگم دقیقا همینطوره میگه قصه معمولی من شنیدم که خیلی برام جالب بوده از یه آدم معمولی که دنیا رو داره به سبک خودش اندازه خودش به جای بهتر تبدیل میکنه من قصه یه خانمی رو شنیدم که ایشون ماما هستن و بچه ها رو به دنیا میارن و خیلی روزی که یه عمل دارن و باید این در تولد رخ بده خیلی خوشتیب میرن تو اتاق عمل به خودشون میرسن آراسته تمیز زیبا و چیزی که میگن فلسفه پشتش اینه که میخوام اولین تصویری که این بچه از جهان میبینه تصویر زیبایی باشه من ارزم اینه که ما باید قصه های آدم های خوب معمولی رو بشنویم و معمولی بودن از یک ناسزا و دشنام خارج کنیم مردی که ده ساعت زنی که ده ساعت یا بیشتر برای رفاه خانوادش با جهان می جنگه آدم معمولی نیست آدم درخشانیه میدونید و باید قصه هاشون رو شنید یکی از عوارضیه که آقای صحت این شبکه های اجتماعی به ما نشون میدن اونا یه قسمتی از زندگی رو به ما نشون میدن و این انتظارات رو در ما ایجاد میکنن که ما هم باید اونطور باشیم امروز من کتابی آوردم نوشته آقای نیکولاس کار به نام اینترنت با مغز ما چه میکنه اینترنت با مغز ما چه میکند نیکولاس کار محمود حبیبی این کتاب با ترجمه های دیگه و توسط ناشرای دیگه هم در بازار کتاب موجود چاپ پنجمشه در واقع آقای نیکولاس کار اومده بررسی کرده که این تکنولوژی جدید به نام اینترنت به لحاظ شناختی چه محدودیتهایی بر مغز بشر اعمال میکنه و البته چه افسوده هایی براش داره یعنی هم نیمه پر رو دیده و هم نیمه خالی رو ما در مورد شبکه های مجازی خوب زیاد جلسه قبل حرف زدیم کتاب با این شروع میکنه که مغز ما تحت تاثیر تجربیات ما تغییر میکنه مثلا یک معلول اگر در یک تصادف بیناییش رو از دست میده مغز با توجه به اتفاقی افتاده عوض میکنه حواس رو و رابطهش رو با حواس و حواس دیگه مثل شنیدار مثل دقیقت لمس لامسه اینا رو تقویت میکنه در واقع تجربه ای رخ میده و مغز در واکنش به اون تجربه خودش رو بازسازی میکنه و تغییر میده سوال کتاب اینه که تجربه مهمی به نام اینترنت که ما رو فرا گرفته چه تغییراتی در ذهن ما در فرایند تفکر ما ایجاد میکنه سوال اینه اول یه تاریخی رو کتاب میگه در مورد اینکه چه اختراعات دیگری، چه،, چه تغییرات شناختی در بشر اعمال کرده یکی از مهمتریناش اختراع آقای گوتنبرگ، ماشین چاپه خب خیلی اختراع مهمیه دیگه، ماشین چاپ کتاب رو ارزان کرد، کتاب رو عمومی کرد چند سال بعد از اینکه ماشین چاپ اختراع شد، بیش از دوازده میلیون نسخه چاپی کتاب در سراسر اروپا وجود داشت و این مسیر تاریخ رو تغییر داد و مسیر تفکر انسان رو هم تغییر داد یکی از تغییرات مهمش اینه که واژگان بیشتری به بشر آموخت مثلا نیکولاس کار اشاره میکنه که طی پژوهشی بشر اون موقع در زبان انگلیسی 7000 واژه متداول رو به کار میبرد بعد از گسترش کتاب ها چون نویسنده ها برای اینکه احساسات و شرایط انسانی رو توصیف کنند به واژگان گسترده تری در نیاز داشتند و اونها رو استفاده میکردن از هفت هزار به یک میلیون واژه افزایش پیدا کرد دایره واژگان انگلیسی و میگه این تفکر بشر رو در اون عصر در قرن 15 گسترش داد آقا صد کلمات مساله تفکرن ما نمیتونیم به این میز فکر کنیم بدون کلمات میتونیم کلمه میز رو بگیریم ولی باز به کلمات دیگری نیاز داریم دقیقا به اینکه یک سطح افقی چهار پایه دار و اگر کلمه سطح افقی چهار و پایه رو بگیریم اون موقع میزی وجود نخواهد داشت ما هر چقدر که کلمات بیشتری بلد باشیم قضاوت اون از شرایط خودمون از جهان میتونه گسترده تر و غنی تر باشه اختراع گوتنبرگ این کار رو کرد برای همین هم هست که فکر کردن به زبان مادری همیشه راحت, تر. راحت چون آدم هم. با کلمات بیشتری در زبان دقیقه. مادری معنوس دقیقا و گاهی کلمه ای که ما اطلاق میکنیم در قضاوت یک موقعیت اون رو تعیین تکلیف میکنه و خیلی مهمه که این کلمه چقدر دقیقه مثلا به شخصی میشه گفت جاهل یا میشه گفت نادان یا میشه گفت کم خرد، یا میشه گفت کم هوش درسته میدونی ولی همه این کلمات درسته که یک پدیده رو توصیف میکنه اما خیلی با هم فرق دارن اصلا بار در واقع نه تنها معنایی بلکه بار قضاوتیش بار اخلاقیش هم کاملا فرق, فرق میکنه و ببینید چه تفاوتی ضمن اینکه کتاب اشاره میکنه که اختراع ماشین چاپ در گسترش زمینه های پروتستانی در غرب بسیار موثر بوده یکیش چاپ کتاب های مقدس بوده کتاب های مقدس در انحصار نهادهای دینی بودن ولی وقتی به شکل گسترده چاپ شدن اون وقت هر مسیحی خودش میتونست رابطه شخصی با این متن مقدس برقرار کنه و این زمینه های مهمه یعنی میخوام بگم تو این گردش تاریخی چقدر یه اختراع بشر میتونه تاثیر مهمی داشته باشه ببینید یه پدیده ای که جدیدن جهان ما رو به شکل مهمی 500 سال بعد از اختراع ماشین چاپ داره تغییر میده اینترنت خب و فرایندی که به نظرم خیلی مهمه بهش بپردازیم تو فلسفه هم شاخه ای هست بعضی از فیلسوفا بهش میپردازن به نام فلسفه تکنولوژی و در رابطه با فلسفه ذهن بررسی میکنن که چه عواقبی اینترنت میتونه داشته باشه قبلش اینو بگم که خب اینترنت بسیار دنیای ما رو جای بهتری کرده به صورت عمومی اینترنت کمک کرده آدم ها ارتباط بیشتری داشته باشن امور رو راحتتر انجام بدن خیلی خیلی اصلا در مورد خوبی هاش واقعا میشه ساعت ها حرف زد با احتساب اینکه میدونیم اینترنت چقدر چیز مهمیه و خوبیه و کاربردیه ما میخوایم نقدش کنیم میخوایم بگیم که اینترنت چه بلایی سر ما آورده در واقع در کنار تمام مواهبش ببینید یکی از فرایندهایی که اینترنت اعمال کرده به ما به نظرم در رابطه با خواندن که خیلی مهمه مرگ تخیله ببینید مثلا یه شبکه اجتماعی رو شما ببینید وقتی بالا پایینش میکنید مجموعه زیادی از عکس ها رو میبینید که به وضوح و کاملا شفاف و سرراست با یک عکس و یک متن کوتاه به شما اطلاعات میدن اما کتاب‌های چاپی اینطور نبودند شما رو درگیر خودشون می‌کردند خواندن یک کتاب یک داستان چاپی شما رو یک فرایند همافرینی بین نویسنده و خواننده بود دری رو خواننده توصیف می‌کرد با ترک های روش چوبی که پوسیده میدونید و و و شما می‌ساختید این رو از آن خودتون می‌کردید این رو اما با دیدن تصویر یک در که اینقدر سریح داره خودشو به شما تحمیل میکنه اجازه همافرینی از شما گرفته میشه میدونید پس یکی از فرایند که ما تو شبکه های اجتماعی مطالعهمون کم عمق شده همینی که ما اصلا ما, ما اصلاً درگیری مشترک نداریم با اون لغت الان ساختین اصلا اصلاً. اصلاً یعنی اصلا مثلا در واقع. دقیقه یعنی یک کلمه اضافه کرد یک میلیون یک کلمه دقیقه یکی دیگه از چیزهای اینترنت مرگ عمقه میدونید اینترنت دائما توجه ما رو منقطع میکنه ببینید یعنی منظورم اینه که اجازه تمرکز طولانی مدت روی یک مبحث رو از ما میگیره. یه آدم حوصله کمی دارن برای اینکه 300 صفحه، 200 صفحه راجع به یه موضوع عمیق بخونن و با تمرکز بخونن. اینه که دانش ما به دانشی گسترده اما سطحی تبدیل شده. ویکیپدیا رو ببینین همه تجربه داریم واردش میشیم راجع به یه موضوع یه حادثه تاریخی یه آدم اطلاعات کسب میکنیم اما دائما میریم روی این هایپر ها و از صفحه‌ای به صفحه و صفحه و بعد از چند ساعت ما یک دانش گسترده داریم راجع به مسائل ما اما اصلا عمیق نیست به خاطر توجه منقطع دائما قطع میشه میدونید عمیق نمیشیم بخش دیگهش هزینه سویچینگ ما وقتی توی شبکه مثلا اجتماعی مثل اینستاگرام ورق میزنیم و میایم پایین از مباحث مختلف میریم به مباحث مختلف دیگه از قضا به ورزش از ورزش به سفر به عکس یک دوست میدونید توجه ما دائما قطع میشه دائما زخمی میشه تو مبحثی که نیکولاس کارتون کتاب میگه این یک هزینه داره میگه ذهن برای اینکه از یک مبحث سویچ کنه منظورم که تغییر کنه به یک مبحث دیگه نیاز به این داره که یه بار میدونید کند بشه یه بار فضا رو تغییر بده تخیل کلمات و بعد وارد فضای دیگه بشه این توجه رو میاره پایین و حتی ما تو مباحثی که داریم دنبال میکنیم عمق رو از ما میگیره آیا دکتر من یه تجربه شخصی ما اجازه میدیم بله خواهش بگم میکنم. که توی همین فضای مجازی اتفاق افتاد و برای خودم خیلی جالب بود بفهم. یه مجموعه عکسی بود از یه عکاس خیلی مطرحی که توی یه موزه عکاسی کرده بود من یه دونه از این اکس ها رو گذاشتم توی صفحه مجازی و یه عده‌ای کامنت گذاشتم نظرشون رو نوشتن یه هم لایک کردن پسندیدم اون دکمه رو زدن من روز بعدش یه عکس دیگه از همون مجموعه رو که اصلا هم عکس بدتری نبود تعداد کسایی که نظر دادن کمتر شده بود تعداد لایک ها هم کمتر شده بود درسته روز بعد دوباره یه عکس دیگه از همون مجموعه رو گذاشتم و به نظر خودم عکس بهتری بود باز هم تعداد نظرها کم شده بود و هم تعداد لایک ها یعنی دائم دنبال یه چیز جدید بودن دقیقاً. عکس ها بدتر نشده دق... بود ولی میزان علاقه نشون دادن کاهش پیدا دقیقاً. کرده بود عکس به عکس کمتر شده دقیقاً. چون اینا قبلا مشابهش انگار دیده شده بود دیگه جذابیتی دیگه جدید بودنی نداشت یعنی این, ما دائما دنبال امور جدیدیم امکان توجه عمیق ما رو رو مباحثی که داریم کم میکنه کاملا و آقای صد یه چیز دیگه اونم میدونید دیکتاتوری لایک هاست ببینید اینستاگرام به جایی تبدیل شده که آدمها نظراتشون رو مطرح میکنند و معیار ارزیابی صحت یا عدم صحت اون مطلب لایک هاست ولی بسیاری از نظریاتی که جهان رو به جایی بهتر تبدیل کردن آگاهی جدید تولید کردن در زمانه خودشون پسندیده نمیشدن. میدونید یه معیار برای ارزیابی حقیقت تعداد آدم هایی که یک ایده رو در میپسندن نیست گاهی عمق اون قون ایده است گاهی میدونید اون گزاره چقدر صحت داره یا به نداره اصلا بسیاری از نظری های علمی همینجور که گفتیم همینطوره و بزرگای تاریخ علم در زمان خودشون نادیده گرفته همینطور شده همینطوره یعنی میخوام بگم ما دقیقا دقیقا همین نکته است حالا راه حلم هم سریع باز جلسه گذاشتم اشاره کردیم بگم و بحث رو تموم کنیم جمع بندی کنیم من فکر میکنم ما به مینیمالیسم احتیاج داریم جلسه گذاشته یه هایکو خوندم به نظرم این اشاره خوبیه چون هایکو یه،, یه, قالب خیلی کوتاه گرای محدود داره و تو این قالب باید عمیق ترین حرف ها زده شه من فکر کنم ما رابطه اونو با تکنولوژی و به خصوص اینستاگرام و شبکه های اجتماعی باید میدونید خول یک مینیمالیسم دوباره سازمان بدیم به کمینه گرایی رو بیاریم یعنی نگاه کنیم ببینیم بخشی از این زمان طولانی که اونجا صرف می کنیم رو باید کاهش بدیم واقعا برای اینکه باز بتونیم کار عمیق کنیم منظورم اینه ای که اگر داریم مطالعه میکنیم یا مینویسیم برای اون مدت کاملا شبکه رو بذاریم کنار گوشیمون رو کاملا و سه چهار ساعت به سبک گذشتگان کار عمیق کنیم با همه وجود درگیر اون کار قرار بشه. بود که توی این جلسه درباره این مینیمالیستی که آه. میگیم بیشتر توضیح بدیم چه بهتر که الان دوباره برگشتیم به اون به خواهش میکنم دفعه بعد حتما کامل درباره این مینیمالیست چون من کلی هم سوال دارم حتما سعی میکنیم باز برسیم به یه تکنیک های عملی برای اینکه چه کنیم که در این جهان پرهیاهو کمی آرامش به ما برگرده با حفظ حضورمون در فضای تکنولوژی که لازمه اما بتونیم اون حریم مقدس انزوا رو و فردیت رو حفظ کنیم عالیه خیلی منتظر و خیلی مشتاقم منمنون. خیلی خیلی از شما منم من متشکرم از وقتی که به من دارید و خدا نگهدار شما خدا نگهدار